از دستکش بلوتوس هدفون رو گوش کن تا هدفون زیپی. بسه یا باز بگم؟ در برنامه این هفته کلیک گزارشی داریم از نمایشگاه سبیت و فناوری‌های عرضه شده در نمایشگاه امسال. علاوه به آستین در تگزاس رفتیم تا از جشنواره ساوت بای ساوت وست هم گزارشی داشته باشیم. اخبار فناوری و وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های تازه هم در وبنورد این هفته خواهیم دید. خوش اومدید به کلیک، من نیما اکبرپور هستم. نمایشگاه سبیت در هانوفر آلمان زمانی مهمترین نمایشگاه الکترونیک در دنیا بود. در 28 سالن بزرگ این نمایشگاه هزاران شرکت گرده هم می اومدند تا همه چیز رو عرضه کنند. از دوربین گرفته تا دستگاه خودپرداز پول، از ماشین لباسشویی گرفته تا شارژر بی سیم. اما با ورود و رونق گرفتن نمایشگاه‌های دیگه در سراسر دنیا، آفتاب سبیت غروب کرد و دیگه رونمایی مهمی تو این نمایشگاه صورت نگرفت. هرچند هنوز هم سبیت میتونه توجه غول‌های بزرگ فناوری رو به سوی خودش جلب کنه و خب جای خوبی هم هست برای اینکه ببینیم فناوری به کدوم سمت میره. گزارش داریم از نمایشگاه سبیت در سال 2013. درسته که دیگه رونمایی‌های مهم و زیادی در سبیت انجام نمیشه، اما هنوزم بزرگترین نمایشگاه تکنولوژی دنیاست و نوآوری‌ها و ایده‌های بسیار جالبی میشه توش پیدا کرد. ایده خونه هوشمند راه زیادی داره تا عملی بشه، اما شاید تلاش برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی بتونه کمی به جلو هلش بده. این پیرزای برق میتونن تغییر رنگ بدن و با رنگ‌های مختلف بهمون بگن چقدر انرژی مصرف می‌کنیم. اینطوری میتونیم مبلغ قبض برق آخر ماه رو در کنترل خودمون داشته باشیم. ما داریم به مشتریا کمک می‌کنیم که با صرفه‌جویی هم پولاشون رو حفظ کنن و هم محیط زیست رو. اپلیکیشن موبایل AOK برای آشپزیه که بر اساس چیزایی که تو یخچالتونه بهتون پیشنهاد میکنه چه غذایی درست کنید و حتی بهتون میگه چطوری اون غذا رو آماده کنید. سال گذشته سرگی برین با عینک گوگل خودش همه رو حیرت زده کرده بود و ساعت آیواچ اپل هم در راهه و در اینجا شرکت‌های زیادی هستند که محصولات خودشون در زمینه تکنولوژی پوشاک رو به نمایش گذاشتن. مثلا این دستکش ها که برای جاهای خیلی سرد طراحی شده قابلیت اینو دارن که به گوشی شما وصل بشن و باهاش میتونید یک مکالمه تلفنی داشته باشید. و این ساعت کوکو به دستگاه های اپلتون وصل میشه و نوتیفیکیشن هاتون در شبکه های اجتماعی رو اطلاع میده. ضمن این که اگه باتری آیفون یا آیپدتون کم باشه بهتون خبر میده. در پی رشد خرید گوشی‌های هوشمند، تقاضا برای دستگاه‌های جانبی این گوشی‌ها هم بالا میره. کوکو هم یک ساعت مچی شیکه که به دستگاه iOS شما متصل میشه و در مورد اون چه تو آیفون یا آیپدتون میگذره بهتون اطلاع میده. همه میدونیم چک کردن ایمیل و وابستگی کارها به ایمیل چقدر زمان و انرژی میبره. شرکت فرانسوی اتوس میگه میخواد این پدیده مزاحم رو با چیزی شبیه فیسبوک جایگزین کنه که یه فید خبری داره و همه همکاران در یک تیم بهش دسترسی دارن. ما بررسی کردیم ببینیم هر کسی چقدر وقت صرف چک کردن ایمیلاش میکنه. با این سیستم جدید شما انتخاب میکنید که در چه گروه کاری دسته‌بندی بشید. بعدش همه اطلاعات و اخبار روی یه داشبورد برای همه ظاهر میشه. بنابراین مجبور نمیشین با کلی ایمیل بیهوده نامربوط سر و کار داشته باشید. و اگه تا به حال تو ازدحام جمعیت گیر افتاده باشین حتما میدونید چقدر وحشتناکه. میشه از گوشی همراه این آدما برای کنترل این ازدحام استفاده کرد.
اگه این اپ رو دانلود کنید و جی پی اس گوشی روشن باشه، پلیس میتونه روی نقشه افرادی که در شلوغی گیر کردن رو ردیابی کنه و با فرستادن پیامک به گوشیشون اونا رو در پیدا کردن مسیر برای خروج از ازدحام راهنمایی کنه. تو شلوغ پلوغی به سرعت همه چیز به هم میرزه. آدم ها فورا وحشت زده میشن و مدام حرکت میکنن و پلیس نمیتونه خیلی سرعت عمل داشته باشه. اول از همه باید از طریق دوربینا جمعیت رو دید و بررسی کرد چطوری میشه مسئله رو حل کرد. فرستادن نیرو بیفایده است چون نمیتونن وارد اون شلوغی بشن و نهایتا خیلی کند میتونن پیش برن. اما اگه افراد این اپ رو به کار ببرن، پلیس میتونه در آرامش یه برنامه و استراتژی مناسب برای تخلیه محل ترتیب بده و اون رو به همه مخابره کنه. البته آدما همیشه کاری که بهشون گفته میشه رو انجام نمیدن. اونا معمولا به مقامات بی‌اعتمادن و حتی ممکنه برعکس کاری که ازشون خواسته میشه رو انجام بدن. این در واقع یکی از مواردیه که در تحقیقات داریم روش کار میکنیم. داریم مدل‌های محاسباتی میسازیم که نشون بدن چند درصد از افراد به سیستم و پلیس اعتمادی ندارن یا کیا ممکنه برعکس عمل کنن. در واقع میخوایم به مدلی برسیم که باهاش بشه عکس العمل افراد رو پیش بینی کرد. بعد رو سیستم کار کنیم تا بتونه ارزش کاربردی بیشتری داشته باشه. ایجاد محیطی برای مطرح شدن این نوع ایده ها و تحقیقات نقطه قوت سبیت نسبت به نمایشگاه های دیگه است. نوآوری لزوماً مختص شرکت های بزرگ و نام های شناخته شده نیست، بلکه در فضاهای بازتر و آرامتر ایده های جالب تری خلق می شن. این بود گزارش شما از نمایشگاه سبیت. شما اگه نظری دارید راه های تماس ما رو می دونید. آخر برنامه هم بهتون میگیم، اما الان میخوام بریم سراغ برخی از انتقادها، پیشنهادها و پیامایی که برامون فرستادید. بومفانگ پیام داده که یه انتقاد داشتم از برنامه‌تون. اونم اینه که چرا زیاد در مورد گوشی‌ها حرف نمیزنید. شما همه اخبار تکنولوژی رو پوشش میدید ولی خیلی خلاصه. به نظرم اگر یکم بیشتر به جزئیات توجه می‌کردید خیلی برنامه بهتر می‌بود. مثلا در نمایشگاه CES 2013 یکی از جالب‌ترین محصولات موبایلی گوشی جدید سونی بود. ولی شما اصلاً در موردش حرف نزدید. خب مهناز در جواب این سوال گفته که معمولاً گوشی‌ها رو توی نمایشگاه موبایل بارسلون که به فاصله کمی از نمایشگاه CES برگزار میشه بررسی می‌کنن. در نتیجه تصمیم گرفتن توی CES بیشتر به گجت‌های دیگه بپردازن. اما مهناز مژده داده که در آینده قرار گوشی‌های جدیدی رو براتون بررسی کنه. هادی از بانه نوشته که واقعاً برنامه‌تون خوب و مفیده. اما اگر در مورد شرکت‌های جدیدی که روی کار اومدن و در مورد تکنولوژی‌های نو کار می‌کنن برنامه‌ای تهیه کنید خیلی عالی میشه. ما قبلاً توی کلیک بعضی از شرکت‌های نوپا رو بررسی کردیم و تو برنامه‌مون هست که در آینده هم این کار رو بکنیم. اما در کل ما سعی می‌کنیم نوآوری‌هایی رو پوشش بدیم که یه چیز خاص و جدید توشون باشه. ستار در فیسبوک نوشته لطفاً درباره گوشی‌های ایرانی و تبلت ایرانی هم صحبت کنید و اونها رو با دیگر گوشی‌ها و تبلت‌ها مقایسه کنید. ما هم دوست داریم که محصولات ایرانی رو توی برنامه بررسی کنیم ولی متاسفانه بهشون دسترسی نداریم. در نتیجه اگر تولید کننده ها دلشون میخواد محصولشون توی برنامه بررسی بشه باید با ما تماس بگیرن. و در آخر بهنام برامون نوشته یه چی بگم، آخه ما که اینجا ویزا کارت یا مستر کارت نداریم که شما بوکینگ هتل معرفی میکنین. به جاش راه دریافت این کارت ها رو بگین بعد این سایت ها رو معرفی کنین. بهنام، هدف ما توی این برنامه اینه که سایت ها و اپلیکیشن هایی رو معرفی کنیم که بروز و جالبن تا بیننده ها ببینن چه چیزایی توی دنیای آنلاین وجود داره. ولی همه این چیزایی که اینجا معرفی میشن لزوماً برای همه کاربرا قابل دسترسی نیستن، حتی برای خیلی ها که توی کشورهای غربی زندگی میکنن. همچنان نظرهای خودتون از راه ایمیل برامون بفرستید persianclick@bbc.co.uk یا اینکه توییت کنید با یک @persianclick یا در facebook.com/persianclick بذارید. اما الان وقتشه که بریم سراغ اخبار و فناوری. دولت عربستان سعودی ممکنه به زودی خدماتی مثل اسکایپ، وایبر و واتساپ رو ممنوع کنه. نهاد ناظر بر ارتباطات این کشور میخواد این اپلیکیشن ها رو کنترل کنه. ولی بسیاری بر این باورن که این کار به آزادی ارتباطات در این کشور به شدت لطمه میزنه. به گفته یه وبلاگ نویس، شرکت‌های مخابراتی ممکنه از این تصمیم حمایت کنن چون وجود این اپ‌های مجانی حسابی به کاسبیشون ضرر میزنه. هرچند این کار باعث رنجیدن مشتری‌هاشون میشه.
به گفته محققین به راحتی میشه هویت افراد رو از روی موقعیت جغرافیایی که از تلفنشون به دست میاد شناسایی کرد. وقتی تلفن همراه روشنه و به شبکه وصله، موقعیت جغرافیاییش و جابجاییش رو میشه دنبال کرد. این اطلاعات برای ارائه بعضی خدمات یا تبلیغات هدفمند به صورت ناشناس در اختیار شرکت‌های مختلف قرار داده میشه، ولی تحقیقات نشون میده که رفت و آمد انسان‌ها اونقدر قابل پیش‌بینیه که میشه هویت یک فرد رو فقط با دونستن 4 نقطه جغرافیایی تشخیص داد. شرکت یاهو اپلیکیشنی رو که یه نوجوان بریتانیایی ساخته حدود 19 میلیون پوند خریده. اپ ساخت نیک دلوازیو، نوجوان 17 ساله بریتانیایی به اسم ساملی، اخبار رسانه‌های عمده رو در چند خط خلاصه می‌کنه. هر چند در پی این معامله اپ ساملی از دسترس خارج میشه، ولی امکاناتش در محصولات موبایل یاهو به کار گرفته خواهد شد. البته یاهو آقای دلوازیو رو هم استخدام کرده که همراه با چند تا از طراح‌های دیگه ساملی تا چند هفته دیگه در یاهو مشغول به کار میشن. اول برنامه که داشتم درباره نمایشگاه سبیت میگفتم، بهتون گفتم که جشنواره ها و نمایشگاه متعددی در سراسر دنیا داره برگزار میشه. اما ساوت بای ساوت وست اینتراکتیو فستیوال یا جشنواره تعاملی جنوب از جنوب غربی در آستین تگزاس، جایی که محل ظهور بسیاری از جریان‌های اجتماعی در حوزه فناوریه. مثل هر سال دیگه امسال هم جای شلوغ پلوغی بود. حالا تو این شلوغ پلوغی سوال اینه که ما در سالی که در پیش رو داریم باید کیو فالو یا دنبال کنیم و کیو آنفرند کنیم یا دوستیمونو باش به هم بزنیم. این گزارش رو ببینید از الجی ریچ. South by Southwest، پاتوق نوآوران وب و سرمایه گذارها، همشون با هزار امید و آرزو اینجا میان که اپ اونها پرطرفدارترین اپ فستیوال بشه. ولی حالا که این فستیوال 19 سال است، توی این جمعیت تکی خودی نشون دادن دیگه کار سختیه و شیرینکاری های تبلیغاتی خیلی زیاد. ولی خیلی ها هنوز تلاش میکنن، چون میدونن اگه اینجا موفق بشن نونشون تو روغنه. مثلا سال گذشته پینترست که یه جور آلبوم اجتماعیه، اینجا بین دوستداران تلفن‌های هوشمند خیلی محبوب شده بود و ماه گذشته بختشون گل کرد و یه سرمایه 200 میلیون دلاری به تور زدن، که البته برای یه شرکت 3 ساله بد هم نیست. البته برای موفقیت تو این فستیوال الزاماً احتیاج نیست خیلی کاربر داشته باشین. بعضی وقتا فقط یه ایده خوب کافیه که سرمایه گذارها رو هیجان زده کنه. مثل گلانسی که بعد از ظاهر شدن در سافبای بود که بختشون گل کرد. این اپ از شبکه اجتماعی پیرامون استفاده میکنه و کاربرهای همفکر رو که در نزدیکی هم هستن به هم معرفی میکنه. این خصوصیت باعث شد که بعد از فستیوال توسط فیسبوک خریداری بشه. در سال 2012 پات که یه شبکه اجتماعی بسته است مجدداً طراحی شد. این یه کمی مثل پینترسته، ولی برای آدم‌ها. به این شکل که میتونین فقط با 150 تا از دوستان نزدیکتون در تماس باشین. پات در حال حاضر هر ماه بیشتر از 6 میلیون کاربر فعال داره و با افزودن مسیجینگ به نسخه جدیدش پرطرفدارتر هم شده. به نظر من مردم برگشتن به دنبال یک فضای خصوصی، یه جای امن، جایی که قابل اعتماده و میدونن دقیقاً کی اونجاست و با کی دارن حرف میزنن. من فکر نمی‌کنم این تغییری در نیاز مردم برای فضاهای عمومی ایجاد کنه. مثلا ما هممون تو شهر راه میریم، ولی با نشستن و با شما اینجا صحبت کردن خیلی فرق داره. به همین دلیل من فکر می‌کنم این یه چیز دیگه اضافه می‌کنه. یه تغییر تدریجیه. سال گذشته تو این فستیوال چیزای مشخصی مدروس شده بودن، مثل کیوریتینگ و اپ‌هایی که با آدم‌های دور و بر سر و کار دارن. ولی امسال هیچکی نمیدونه چه چیزی ممکنه مد بشه. اه ببینم، این باید چیز جالبی باشه. صف، اونم چه صفی، 3 ساعت تو صف. این همه صف برای یه گربه؟
این گربه تو اینترنت به خاطر اونق بودنش معروف شده. البته این نشون میده که تو آستین حتما لازم نیست شما انسان باشین تا به شهرت برسین. و تاتارسوس تازگی ها یه قرارداد آبدار برای تبلیغات غذای گربه به چنگ زده. تو جایی که یک گربه بتونه این همه توجه به خودش جلب کنه، از آینده فستیوالی که توییتر و پینترست رو سر زبون ها انداخت چه انتظاری میشه داشت؟ گوگل حالا کفش سخنگوش رو معرفی میکنه. البته هنوز هیچ تصمیمی برای فروش این کفش ها نداره، ولی تبلیغات به کنار، کفش سخنگو نشون میده که گیمیفیکیشن یا بازی سازی داره دوباره به دنیای تجاری برمیگرده. گیمیفیکیشن یا بازی سازی از ساختار بازی استفاده میکنه تا ما رو تشویق به تغییر دادن رفتارمون کنه. و با اینکه خیلی وقته تو حوزه تجاری وجود داره، در سالهای اخیر اپ‌هایی رو تحت تاثیر قرار داده که به زندگی روزمره مربوطن. راستش دیگه وقتی یک کاری میکنیم حوصله‌مون از ستاره گرفتن سر رفته و چیزای بیشتری میخوایم. فورسکوئر متوجه شده که فقط چکین کردن دیگه کافی نیست و به تدریج به یه موتور توصیه تبدیل شده که خودشو با موقعیت مکانی کاربر تطبیق میده و در ضمن یه بازی چکین هم هست. وقتی شما بتونین از کاربرای دیگه چیزای جالب یاد بگیرین، اون وقتی که استفاده از این اپ ارزش پیدا میکنه. و اینم یه ایده دیگه که به کاربراش وعده پول میده. اگه کاربرها یک نام تجاری رو در شبکه‌های اجتماعی به کار ببرن، یپم بهشون تخفیف‌های مختلف میده. البته باید اضافه کنم که این در حال حاضر فقط تو آمریکا موجوده. ولی شرکت شیکاگوی هیگی بهتون نمیگه چی بخرین چی نخرین. در عوض با کمک یک اپ و ایستگاه‌های مشخص، شما سلامتی خودتون رو به صورت بازی در میارین. این شرکت از سپتامبر پیش شروع به کار کرده و تا حالا حدود 1000 تا ایستگاه مثل اینو تو داروخونه‌های ساحل شرقی آمریکا کار گذاشته. این ایستگاه‌ها فشار خون و وزن رو اندازه می‌گیرن و به شما امتیاز میدن. چون این سیستم خودش پیشرفت شما رو میسنجه، جا برای خالی بندی هم وجود نداره و هر چی پیشرفت کنین افتخارش هم بیشتره. و اگر بازیکن‌ها از غذاشون عکس بگیرن، میتونن امتیاز اضافه هم دریافت کنن. آدم ها همه با هم فرق میکنن، چه از نظر ظاهری و چه از نظر احساسی. همچنین اعضای داخلی مثل کبد و کلیه هر کس با دیگری متفاوته. ما این تفاوت ها رو در سی تی اسکن و روش های دیگر تصویربرداری پزشکی میبینیم. البته دستبندی این تصاویر کار آسونی نیست، ولی اصول به کار بردن کامپیوتر برای انجام این کار رو داریم. در حال حاضر این تصاویر رو با استفاده از انسان ها دستبندی میکنیم، ولی به مرور زمان ماشین ها این کار رو یاد میگیرن و این پروسه کم کم اتوماتیک خواهد شد. در حالی که شاهد تأثیرات این فستیوال پرهیاهو روی شرکت کننده های اسپا افتاده بودم، به این فکر می کردم که اصلاً کل ساوث بای ساوث وست در واقع بازی سازی نوآوریه که کار به شدت کسل کننده گردآوری سرمایه و آزمایش کالا رو به یه ماجرای تفریحی تبدیل می کنه، همراه با عیش و نوش، تفکر و برقراری ارتباط. بازی که در اون بازیکن‌هایی که بالاترین امتیازو دارن پرآوازه‌ترین میشن. با اینکه همه میدونن تعداد اپ‌هایی که بعد از فستیوال ساوث بای رو تلفن‌ها موندگارن خیلی کمه، ولی این امید تو هوای تکساس معلقه. فستیوال ساوث بای رو از آن خودت کن و اینترنت از آن توئه. البته بعد از گربهه. اینم از آستین تگزاس. راستش برای تهیه برنامه کلیک انقدر مجبوریم که این ور اون ور بریم، داریم فکر میکنیم شاید بهتر باشه یک هواپیمای اختصاصی بگیریم. حتی نه اگه فکر کنید مشکل ما خرید هواپیمای اختصاصی ها، مشکل اینجاست که خلبان نداریم توی کلیک و توی بی بی سی. واسه همین بیتا رو فرستادیم تا برامون یک راه حل سریع برای یادگیری خلبانی پیدا کنه. بریم سراغ وبنورد. طرفدارای فلایت سیمیولیتر یا شبیه ساز پرواز با پلاگین مجانی گوگل میتونید دور دنیا و بر فراز قاره ها پرواز کنید. برای دانلود کردن لینک به سایت gifsonline.com برید.
دستورالعمل‌های لازم رو همونجا میتونید پیدا کنید. میتونید از بین گزینه‌های مختلفی مثل ایرباس و کنکورد، هلیکوپتر و حتی بالون وسیله پرنده‌تون رو انتخاب کنید. Come fly with me, let's float down to Peru. از اونجایی که نرم افزار از گوگل ارث استفاده میکنه میتونین از هر جا و باند هر فرودگاهی که دلتون میخواد پرواز کنین. راه خیلی خوبی برای تجربه پرواز توی دنیای مجازی. اما اگر میخواین که کابین خلبان را هم تجربه کنید، بهتون بگم که باید خودتون رو برای دانلود کردن یه فایل 1.5 گیگی آماده کنید. میگن میشه با استفاده از این شبیه‌سازهای پرواز در کامپیوتر کنترل کردن هواپیمای واقعی رو هم یاد گرفت. البته این برای من همیشه جای سوال داشته. بنابراین میتونین شانستون رو توی این شبیه‌ساز پرواز مایکروسافت امتحان کنید. استفاده ازش مجانیه ولی افزونه‌ها و امکانات پیشرفته‌ای داره که فقط توی نسخه پرمیومش موجودن. مأموریت‌های اولیه با راهنما همراه هستن تا کمک کنن یاد بگیرید هواپیماتون رو از زمین بلند کنید. Getting close. Throttle down to idle. Lift the nose and let the aircraft settle onto the ground. گزینه خوبی برای علاقه‌مندای به پرواز و گرافیک‌های قشنگی هم توش به کار رفته. I have something fun lined up for our next lesson. ما بارها درباره ذخیره اطلاعات در کلاود صحبت کردیم و امروز میخوام یکی دیگه از سایت‌های خوب تو این زمینه رو معرفی کنم، sugarsync.com. نسخه جدیدش به تازگی بیرون اومده و در مرحله بتا است. این نسخه طراحی کاملا متفاوتی داره و اپلیکیشنش هم برای همه پلتفرم‌های محبوب گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها موجوده. کار با SugarSync واقعا ساده و بی‌دردسره. بهتون امکان اینو میده که بدون اینکه مجبور باشید فایل‌ها و فولدراتون رو از توی هارد درایوتون پاک کنید، توی کلاود ذخیره‌شون کنید. حساب مجانیش بهتون 5 گیگ فضا میده و هزینه ارتقایش هم از خیلی از خدمات مشابهش کمتره. و اما یه ابزار ساده هم دارم به اسم MyTalkie که باهاش میتونید برای دوستای توییتریتون پیامای صوتی بذارید. این پیامای صوتی رو میشه با استفاده از تنظیمات عمومی یا خصوصی کرد و دریافت کننده ها با کلیک روی لینک مربوطه میتونن به اونا گوش بدن. کتابخونا میدونن انتخاب کتابای خوب معمولا کار راحتی نیست. سایت های پیشنهاد کتاب معمولا بر اساس علاقمندی های دوستای مشترک کتاب توصیه میکنن که خیلی وقتا ممکنه با سلیقه شما فرق داشته باشه. اما نایت لب پروژکتس نرم افزاری داره که به حساب توییترتون وصل میشه و بر اساس چیزایی که شما توی توییتر بهشون ابراز علاقه کردید کتاب پیشنهاد میده. منطقی که اینجا به کار رفته اینه که چیزایی که توی توییتر پست میکنین در واقع بیانگر شخصیت و علایق شما هستن. این ابزار تعدادی کاربر در اختیار گرفته که اسامی کتابای مورد علاقهشون رو اعلام کردن و با مقایسه کلمه ها و هشتگ های شما با این کاربر رو سعی میکنه روحیاتتون رو تشخیص بده و بهتون کتاب پیشنهاد بده. این پروژه دانشگاهی از الگوریتم و حساب کتابای پیشرفته‌ای توی کارش استفاده می‌کنه که احتمالاً فقط برای کسایی که کار برنامه‌نویسی انجام میدن قابل فهمه. اما اینکه آیا پیشنهادهای خوب ارائه میده یا نه، باید بگم که من ازش راضی بودم. خبر بسته شدن گوگل ریدر برای طرفدارای این سرویس خوشایند نبود. اما فیدلی از این موضوع به عنوان یه فرصت به نفع خودش استفاده کرده و یه راه ساده برای انتقال RSS ها به خدمات RSS خودش ارائه داده که وب، اندروید و iOS رو پوشش میده. این احتمالاً بهترین فرصت برای حفظ کردن محتوای گوگل ریدر برای کاربراست. تا همین الان حدود 500,000 کاربر گوگل ریدر جذب فیدلی شدن. البته ارائه خدمات به همچین جمعیتی ارزون تموم نمیشه. برای همین امیدوارم فیدلی یهو تصمیم نگیره خدماتش رو پولی کنه.
اینم از برنامه این هفته کلیک. تکرار این برنامه رو میتونید تو وبسایت ما ببینید، نشونیش هست bbcpersian.com/click. از همونجا میتونید نظرات و پیشنهادهای خودتون رو برامون ارسال کنید یا وبسایت اگه فکر میکنید مناسب هست برای اینکه به برنامه معرفی بشه. ایمیل ما از persianclick@bbc.co.uk. راه دیگه ارتباطی شما با ماست و البته توییتر ما هست @persianclick. هر توییتی رو با این @persianclick بفرستید به دست ما خواهد رسید. صفحه ما در فیسبوک رو فراموش نکنید، facebook.com/persianclick، جایی که میتونید لایکش کنید و نظر بدید. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.